با درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در برنامه دیگر با عنوان بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه دهم مرداد ماه برابر با اول ماه آگوست در خدمت شما که چهاردهمین روز از ماه محرم است. به رسم سه برنامه پیشین که با توجه به تصادف ما با ماه محرم به بازشناسی زندگانی حسین ابن علی پرداختیم، این برنامه هم اختصاص به برهه دیگر از تاریخ زندگانی حسین ابن علی دارد. اهمیت این موضوع از آنجاست که در درون یک جامعه دینی اسطوره‌ها و شخصیت‌ها نقش برجسته‌ای دارند در اعتقادات، در اعمال و رفتارها، در الگوبرداری ها. در واقع وقتی سخن از فرهنگ سیاسی یک جامعه هست یا فرهنگ اخلاقی یا فرهنگ اجتماعی، انسان ها سعی می کنند بنابر آن شخصیت ها، اسطوره ها، سمبل ها و آن چیزی که از گذشته در درون یک جامعه به عنوان ویژگی های خاص فرهنگ ساز لحاظ شده زندگی خودشون رو شکل بدن. فرهنگ سیاسی یک ظرفی است که در اون نگرش ها، ابزار ها و نتایج و اهداف سیاسی انسان ها شکل میگیره. یعنی ما ایرانیان، فرهنگ سیاسی ما جدا از سرزمین های دیگر است، به دلیل اینکه تاریخ ما جور دیگری بوده، عقاید و باورهای ما جور دیگری بوده، اسطوره ها و سمبل های ما جور دیگری هستند، نگرش ما به مسائل و پدیده های انسانی و طبیعی جور دیگری است. برای همین فرهنگ سیاسی ما هم وقتی در درون خانواده ها تا به مدارس تا به رسانه ها، احزاب و جامعه میرسیم شکل میگیره از طریق همین فرهنگ ها. بنابراین نیاز هست بشناسیم که فرهنگ سیاسی ما یا فرهنگ اجتماعی ما منبعث از کدوم مبانی است، چه شخصیت هایی با چه ویژگی هایی این فرهنگ رو برای ما ساختن. حال اگر دقت کنیم میبینیم که ما در یک جامعه دینی زندگی میکنیم که یک حکومت دینی هم امور سیاسی ما رو سامان میده. خب طبیعی است باید بدانیم این حکومت از چه ویژگی هایی بهره برداری میکنه، فرهنگ سیاسی حاکمان و نخبگان این حکومت از کجاست، با چه روش هایی رفتارهای خودشون رو، کارکرد خودشون رو موجه و مدلل میکنن. و اگر اینها رو نشناسیم دوچار خطا خواهیم شد. بررسی زندگانی امامان از این رو اهمیت داره که ما بدانیم آنهایی که یا به حکومت رسیدن یا قصد تصاحب حکومت رو داشتن و یا نه در کنار حاکمان زندگی کردن از چه ویژگی هایی برخوردار بودن که این ویژگی ها میتونه به یک حکومت در سر و سامان دادن برنامه هاش کمک بکنه و سر و شکلی بهش بده. زندگانی حسین هم از این رو اهمیت داره که ما ببینیم حکومتی که سخن از حسین ابن علی میکنه یا علی ابن ابی طالب میکنه، بر فرض حضور آن افراد امروز ما با چه جامعه‌ای روبرو بودیم. یعنی اگر حسین ابن علی امروز زنده بود و حکومتی تشکیل میداد، روش او، منش او، خلق و خوی او با حاکمان فعلی متفاوت بود. این نگاه بسیار مهمی است که یک جامعه دیندار میاندیشه که آیا این فقهایی که امروز بر ایران حکومت میکنند واقعا نمایندگان آن امامان هستند، نمایندگان این اعتقاد و تفکر اسلامی هستند، آیا با اون ایدئولوژی و دیدگاه ها نسبتی دارند. خب شما میدانید اونهایی که حب دین دارند سعی میکنن فقها رو جدا از اون شخصیت ها بشناسانن که گویی اینها روششون، منششون و دیدگاهشون متفاوت است از آن شخصیت های صدر اسلام و اونها از جنس دیگرن، از نوع دیگرن و اگر می بودن جامعه ما متفاوت بود. خب میدانید در فرهنگ شیعی مسئله ظهور قائم یا منجی یا همان امام زمان یا مهدی بر این اساس است که شخصی قرار است بیاید و ویژگی های خاصی رو هم در درون جامعه پیاده بکنه. خب حالا ببینیم اسلاف او
کسانی که در گذشته زیستن، اجداد او بودن، چگونه به این پدیده ها نگاه میکردن. بنابراین بازشناسی باورهای ما نسبت به حسین ابن علی بر کلیاتی استواره که شناخت اون میتونه به ما کمک بکنه در فرهنگ سیاسی این جامعه یک تدبری بکنیم، یک تفکری بکنیم و رفتارهای حکومت رو هم ببینیم که چه نسبتی با این روش ها داره. ما به آنجا رسیدیم که در دوران معاویه روابط حسین با شخص معاویه چگونه بود. بعد از مرگ معاویه در میانه های ماه رجب، خب خبر به مدینه رسید که خلیفه ای فوت کرده و ولیعهد او که جانشین است و آن هم کسی نیست جز یزید ابن معاویه که حدود 31-32 سالی سن داره و عده‌ای هم هنوز با او بیعت نکردن، با او مخالفن، اما اکثریت جامعه او رو به خلافت انتخاب کرده یا با او بیعت کرده یا اساساً تعرضی هم با او نداره، به جای پدر نشست. خب این نامه به مدینه میرسه، حاکم مدینه ولید ابن عتبت ابن ابی سفیانه و سعی میکنه دو چهره شاخصی که در آن زمان در مدینه بودن و از مخالفین یزید رو به دارالعماره فرا بخونه که تشریف بیارید و با یزید بیعت بکنید. خب یکیش حسین ابن علی است و دیگری عبدالله ابن زبیره. معاویه قبل از مرگ خودش سعی کرد از اینها بیعت بگیره ولی موفق نشد. در نوبت پیشین اشاره کردیم پیشنهاد عبدالله ابن زبیر رو به معاویه. بنابراین معاویه سعی میکنه به یزید یک تذکر و تنبهی بده و خطر عبدالله ابن زبیر رو از همه بیشتر میدونه و معتقد هست که عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر انسانهایی نیستن که طمعی به خلافت داشته باشن. در مورد حسین به نکته اشاره میکنه و آن اینکه معاویه به یزید میگوید احتمال میدهد مردم کوفه و شیعیان پدر و برادر حسین او رو از راه بدر بکنند و سعی بکنه در برابر خلیفه بیسته یا در امت اسلامی انشقاق ایجاد بکنه. خب این هم عرض کردیم در دوران معاویه وجود داشت مکاتبات و نامنگاری هایی که با شخص حسین صورت گرفته بود و مروان ابن حکم این رو به معاویه گزارش داد. زمانی که این دو مطلع میشن، خب چاره رو در این میبینن که برای فرار از بیعت به مکه حرکت بکنن. خب عبدالله ابن زبیر همان شب حرکت میکنه و حسین یک شب بعد یا بنابر اقوالی دو شب بعد سعی میکنه به طرف مکه حرکت کنه. در همان ابتدا خب مخالفینی هم داشت، از جمله محمد ابن حنفیه یا محمد حنفیه که مادر او خاله از بنی حنیفه بود، سعی میکنه برادر رو از این راه باز داره و اشاره بکنه که اگر هم به مکه میروی سعی نکن در برابر امت قرار بگیری، در برابر جماعت قرار بگیری و به هر حال اگر مشکلی از بابت فشار برای بیعت هست به طرف یمن برو، جایی که خب شیعیان پدرمون اونجا هستند و شاید بتونی با توجه به دوری از مرکز خلافت در اونجا کار خودت رو انجام بدی و ببینی که داستان به کجا میرسه. بنابراین خود محمد حنفیه با حسین حضور نیافت، فرزندان خودش رو هم منع کرد از اینکه با حسین حرکت کنن و این نشان میده در درون خود بنی هاشم هم برای حرکت و قیام حسین یه اتفاق نظری وجود نداره. و ما اساساً هدف حسین از بیرون آمدن صرفاً مسئله عدم بیعت نبود، چون ما دیدیم در گذشته نامه هایی که از کوفیان به حسین می رسید و او رو دعوت به قیام بر علیه معاویه می کرد بر این مسئله استوار بود که حسین در پاسخ می نوشت که فعلا معاویه قدرت داره، ما هم در یک عهد و عقد با او هستیم و لذا تا زمان زنده بودن معاویه ما نمیتونیم کاری بکنیم، بعد از فوت او هست که ما سعی می کنیم بیاندیشیم و ببینیم چه کار میشه کرد. اما اهداف حسین از همان ابتدا گوشه چشمی هم بر خلافت داشت، هرچند ابتدا به دنبال رهایی از بیعت بود و اگر شرایط مساعد شد بتواند خلافت رو به عهده بگیره. این از آن رو مهمه که بسیاری سعی میکنن این جنبه خلافت رو
کوتاه بکنن، کم اثر بکنن، یا بگن حسین اساسا قصدش به دست گرفتن قدرت نبود. یعنی بگوین این نزاع میان اموی و علوی نزاع بر سر خلافت و قدرت نبوده، بلکه یک مسئله است کاملا الهی و حسین هم در جهت امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد. هرچند یکی از لوازم مهم امر به معروف قدرته، یعنی شما باید توانایی رو داشته باشید که شخصی رو که دست به نواهی میزنه او رو منع بکنید، یا دیگران رو که از معروف چشم‌پوشی میکنن امر بکنید. و خب وقتی در سطح کلان اون یعنی کشور وجود داره، ملت و مملکتی وجود داره، شما باید قدرت حکومتی داشته باشید. آی رسول جعفریان به همین هدف حسین ابن علی اشاره میکنه. ایشان در همان کتاب تاریخ خلفا در صفحه 466، علت اصلی خروج از مدینه در وهله نخست گریز از شرایط حاکم بر این شهر برای گرفتن بیعت به زور است، در وهله دوم پیدا کردن شرایط مناسبی برای مبارزه با یزید و احیانا اگر زمین مساعد بود ساقط کردن وی و به دست گرفتن حکومت. و ایشون در یک صفحه بعد دوباره اشاره میکنه، امام حسین در مکه تلاش خود را برای فراهم کردن زمینه قیام آغاز کرد. خب ما میبینیم که چون این نقلی رو آقای رسول جعفریان آورده، فضل ابن حسن تبرسی در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا به همین مسئله اشاره میکنه، جزء مورخان شیعی متقدم، البته تبرسی مفسر هم هست. تبرسی اشاره میکنه در صفحه 310، هنگامی که معاویه از دنیا رفت و در ظاهر برای او، یعنی برای حسین ابن علی، انصار و کمک حاصل شد، امر خود را ظاهر کرد و برای گرفتن خلافت قیام نمود، یعنی بحث کسب قدرت حکومتی مد نظر حسین. و پسر عمویش مسلم را به طرف عراق فرستاد تا مردم را به یاری او فرا خواند. مردمان کوفه با وی بیعت کردند. در صفحه 310 آیه فضل ابن حسن تبرسی در اعلام الورا به اعلام الهدا. خب چون این جبی رو اگر ما در نظر بگیریم میبینیم میراث سیاسی حسین علاوه بر آن بنیادگرایی که در جلسات قبل و برنامه های گذشته عرض کردیم، اینجا سر و شکل دیگری میگیره و آن این است که شما در برابر رأی اکثریت جامعه قرار میگیرید. یعنی آن چیزی که ما امروز به عنوان دموکراسی میشناسیم، اکثریت جامعه به خلافت یک شخصی رأی میدن، اما شما سعی میکنید برای خودتان یک مبارزه دیگری سامان بدید. یعنی اگر در اقلیت هم هستید سعی نمیکنید این رو به روش مسالمت آمیز حل بکنید، بلکه سعی میکنید با توجه به اینکه خود رو حق میدونید، خلافت رو حق خودتون میدونید، دست به جمع آوری نیرو عده و عده بزنید که بخواید خلافت رو بردارید. خب این یه مشکل بزرگی است. یعنی میراث سیاسی حسین رو ما در اینجا میبینیم که بر علیه دموکراسی است. حالا ممکنه دموکراسی در اون زمان معنای خاصی نداشت، هرچند مفهوم دموکراسی خیلی پیشتر از جهان اسلام وجود داشته، در یونان و در روم با نام جمهوری. اما مقصود این است که در ادبیات سیاسی و فرهنگ سیاسی حسین مهم این نیست که اکثریت مردم جامعه یزید رو میخوان یا با او بیعت کردن، برای او اهمیت این است که در برابر خلیفه‌ای که او نمیپسنده قیام بکنه. خب کمی به عقب برگردیم ببینیم آیا چنین مشی از جانب حسین توسط افراد قبل از او هم رخ داده. خب ما روایت داریم از پیامبر اسلام که به صراحت اشاره میکنه اگر کسی خواست از امت جدا بشه و جامعه اسلامی رو متفرق کنه او رو با شمشیر بکشی، هر کسی که میخواد باشه. بعد برمیگردیم به سیره علی، یعنی جایی که علی به خود معاویه نامه می نویسه، میگه همان کسانی که با
عمر بیعت کردم، با ابوبکر بیعت کردم، با عثمان بیعت کردم، با منم بیعت کردم. برای کسانی که مخالف هستند یا در این بیعت شرکت نداشتن حقی وجود نداره، باید داخل در جماعت بشی. در جای جای نامه های علی به معاویه شما بحث عدم انشقاق و افتراق رو میبینید که علی داره به معاویه تذکر و تنبه میده که این کار تو کار درستی نیست. امت بر روی یک خلیفه وحدت پیدا کردن، واحد شدن بر روی خلافت من، و تو در شام حق نداری این امت رو از بین ببری، جماعت رو متفرق بکنی و مشکلاتی رو ایجاد بکنی. همین رو علی در برابر اصحاب جمل به کار میبره، جایی که هر گونه انشقاق رو نمیپذیره. خب با این تفاصیل باید بپذیریم حسین ابن علی هم با معیارهای پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب که پدر اوست دست به کاری نادرست زده. اینکه شیعیان معتقد هستند خلافت یزید یک خلافت غاصبانه است و خلافت حسین درسته، بحث اعتقادی است، در درون آن جامعه و کانتکست اسلامیش فاقد وجاهته. یعنی شیعیان همین نقد رو بر دیگران دارن که اونها امت رو به هم زدن، و علی ابن ابی طالب هم حق داشته در برابر اونها مواضعی بگی. خب حالا اینجا در برابر حسین میتونید نگاه بکنید که رفتار او رفتاری نیست که سبب بشه دیگران از او دفاع بکنن. حتی کسانی هم که با حسین ملاقات میکنن در راه مدینه به مکه و مکه به شهر کوفه، میبینید بارها به حسین اشاره میکنن که امت رو متشتت نکن، سبب تفرقه نشو. از عبدالله ابن عمر گرفته، عبدالله ابن مطیع ادوی گرفته، عبدالله ابن عباس گرفته، عبدالله ابن جعفر گرفته، حتی زنانی مثل عمره دختر عبدالرحمن ابن اسعد ابن زراره، حالا برخی نقرها دختر عبدالرحمن ابن عوف نوشتن، ولی حتی زنان هم به او متذکر میشن که رفتار تو سبب انشقاق امت میشه. یکی از دلایلی که بنی هاشمیان در کنار حسین شرکت نمی کنن شاید همین مسئله است. و شما بزرگان بنی هاشم رو میبینید، ابن عباس رو میبینید، عبدالله ابن جعفر رو میبینید، اینا شرکت نمی کنن با حسین. پس مسئله بسیار اهمیت داری است که ما ببینیم داستان حسین ابن علی به این سادگی نبوده که ما امروز می نشینیم و خیلی راحت قضاوت می کنیم که بله حق حسین بوده خلیفه بشه، بنابراین هر اقدام او می بایستی از سوی شیعیان یا گروه های دیگر مورد حمایت قرار بگیره. نه، اینطور نیست. در جامعه اسلامی مبانی مشروعیت خیلی متفاوت بود. برای همین میراث دوم حسین این است که به دموکراسی و جماعت باور نداره، بلکه از نظر او حق آن چیزی است که کتاب خدا میگه، سنت رسول میگه. حالا اگر همه مردم متفق هستن که آقا ما کتاب خدا رو نمیخوایم، سنت رسول رو نمیخوایم، به خلافت یک خلیفه جوانی هم باور داریم. البته جوان بودن مشکلی ایجاد نمیکنه، چون ما داریم پیامبر اسلام به بسیاری از جوانان امارت داد. وقتی خود شیعه معتقده به موجب حادثه قدیر خم خلافت حق علی است، خب ما میدانیم در زمان فوت پیامبر اسلام علی نزدیک به 31-32 سال داره، یعنی دقیقا همسن یزید است که در سال 60 به خلافت میرسه. پس جوان بودن الزاماً به معنای این نیست که او صلاحیت نداره، هرچند شیخوخیت در نزد فرهنگ سیاسی عرب آن زمان یک مؤلفه برجسته بود. مانچه که اهمیت داره لیاقت، توانایی و شایستگی هاست، ضمن اینکه سنت هایی که میتوانست در آن زمان خلافت رو موجه بکنه که ما در نوبت پیشین عرض کردیم در پیشنهاد ابن زبیر. خب میراث دوم سیاسی حسین این است که آنچرا که حق میپنداره در برابر عموم و خواست مردم تحمیل بکنه، و برای این کار هم دست به اقدامات مسلحانه بزنه، اقدامات نظامی بزنه، همان چیزی که جمهوری اسلامی اگر امروز کسی انجام بده میگه اون محاربه که در برابر حکومت ما میسته. حکومت ما مشروعیت داره، بد و خوبش رو باید بپذیریم. لذا اگر کسی یا گروهی ما رو قبول نداره،
یا میاد حرفش رو میزنه، یا اگر نه باید بپذیره خلافت و حکومت ما رو. اگر دست به قیام بزنه یا شورش بزنه، نام محارب بر او میذارن و اعدامش هم میکنن. محسین بدری شما به راحتی میتونید ببینید دست به اقدام مسلحانه میزنه با فرستادن پسر عموی خودش. به هر حال تا اینجا فهمیدیم که حسین ابن علی به دنبال فرار از بیعت و در صورت مساعد بودن شرایط کسب قدرت. وقتی به مکه وارد میشه در سوم شعبان، آرام آرام نامه های کوفیان به او میرسه، افرادی که سعی میکنن از این جدایی حسین از مدینه و عدم بیعتش با یزید برای مطامع سیاسی خودشون استفاده بکنن. نامه کوفیان به حسین در مکه میرسه. اساسا حسین ابن علی در مکه دارای محبوبیت نیست، با اینکه نقل‌های تاریخی سعی می‌کنن او رو در مکه هم دارای وجاهت نشان بدن، اما سوابق تاریخی نشان داده که خانواده علی در مکه دارای محبوبیت نبودند. دلیلش هم برمیگرده به صدر اسلام، جایی که در جنگ‌های صدر اسلام مثل بدر، احد و خندق خیلی از طوایف قریش توسط علی ابن ابی طالب کشته شدن. وقتی میان عثمان و علی نزایی رخ میده که در گزارشات تاریخی آمده، بارها عثمان به علی کنایه میزنه که من چه کنم که قریش تو رو دوست نداره، تو بیش از 40 نفر از جوانان اونها رو کشتی که صورتشان چون ماه شب 14 میدرخشید. بنابراین در درون مکه کسی با علی و اولاد او نسبت خاصی نداشت. وقتی علی هم خلافت رو به عهده میگیره، میبینیم اولین کانون مخالفت با علی در مکه شکل میگیره، جایی که اصحاب جنگ جمل از آنجا حرکت میکنن و به طرف بصره میرن. بعدها هم افرادی مثل ابن ابوالحدید و دیگران نقد قولهایی آوردن از علی ابن الحسین یا امام سجاد که اشاره میکنه در بین مکیان 20 نفر هم ما رو دوست نداره. بنابراین طبیعیه که حسین شیعیان و دوستداران خودش رو در دو منطقه ببینه. حتی محمد حنفیه هم به او پیشنهاد میکنه به یمن برو، چون دوستان پدرت اونجا هستن و حداقل سوابق اونها نسبت به اهل کوفه سوابق بهتری است. اما خب طبیعی است که بپذیریم یمن آمادگی نظامی نداشت، یعنی جنگاوران شیعه در کوفه بودند، یعنی کسانی که برای برنامه‌های حسین مناسب بودند، قدرت نظامی داشتند و کوفه هم یکی از شهرهایی بود که همیشه با شام اختلافاتی داشت. بنابراین طبیعی بود با رسیدن نامه‌ها حسین در این اندیشه باشه که به طرف کوفه بره. اما مشکلاتی وجود داشت که حسین سعی می‌کنه دست به راستی آزمایی کوفیان بزن. به همین دلیل پسر عموی خود و شوهر خواهر خودش رو، یعنی مسلم ابن عقیل رو، به طرف کوفه میفرست. برنامه هایی هم که به مسلم میده در حول 3 محوره. نخست این که دعوتت رو مخفیانه انجام بده، یعنی به شکل علنی در مرعی و منظر نباشه. دوم این که قیامی رو شروع نکن تا من نیامدم، یعنی شروع کننده جنگ نباش، بلکه کارهای مقدماتی رو انجام بده. و سومین مسئله این است که از مردم بیعت بگیر، بیعتی که بر اساس 3 مؤلفه بود. یکی تقسیم بیت المال میان همه کسانی که هستن به شکل مساوی، دیگری عمل به کتاب خدا و سنت، و در نهایت رفع ظلم. این 3 مؤلفه بیعتی است که مسلم قرار انجام بده. اما میبینیم در برنامه های مسلم شروع قیام وجود نداره و این یکی از اشتباهاتی است که حسین ابن علی انجام میده، به خاطر اینکه از نظر او ظاهرا کوفه محل امنی است برای مسلم و فکر نمی کرد که ممکنه جو کوفه با آمدن عبیدالله ابن زیاد تغییر بکنه. برای همین اگر دستور قیام به مسلم میداد، شاید مسلم میتوانست با نیروی بیشتری این قیام رو سر و شکل بده. جالب اینه که برخی از بزرگان کوفه که شیعیان
نام نگار به حسین بودن با همین استناد از کنار مسلم ابن عقیل گذشتن. یعنی زمانی که مسلم دید هانی ابن عروه رو در دارالاماره دستگیر کردن قصد قیام داشت، اما سلیمان ابن سرد و برخی دیگر اشاره کردند که شما دستور به قیام و جهاد ندادی، بنابراین تا زمان آمدن حسین ما دست به شمشیر نمیبریم. و این خطای استراتژیک سبب شد که مسلم نتواند مشروعیتی برای شروع قیام داشته باشه و کسانی رو هم که جمع کرد حدود 4000 نفر که حالا ما بعدها به اون اشاره خواهیم کرد در مورد مسئله کوفه، از پیرامون او پراکنده شدند. و این یک اشتباه بزرگی بود که در مأموریت مسلم جاش مفقود. بنابراین مسلم حرکت میکنه، به کوفه میره تا بتونه از اهل کوفه بیعت بگیره. در کنار این حسین نامه‌ای به اهل بصره هم مینویسه، یعنی سعی بکنه افرادی از اهل بصره رو هم دعوت بکنه. یزید ابن مسعود که البته او و دو فرزندش به حسین میپیوندن، منذر ابن جارود، احنف ابن قیس، مالک ابن مسمع همدانی و دیگران، اینها کسانی بودند که بزرگان بصره بودند. حسین سعی میکنه به اونها هم نامه بنویسه تا از اونها هم کمک بگیره، ولی مشکل عمده این بود که اولا بصره در اختیار عبیدالله بود، منذر ابن جارود که پدر همسر عبیدالله بود نامه رو تحویل عبیدالله داد، عبیدالله هم فرستاده حسین یعنی سلیمان رو دستگیر میکنه و او رو میکشه و میتواند به نوعی بصره رو کنترل کنه. سوابق بصره هم نشان میداد که با توجه به جنگ جمل چندان مساعد نیست برای قیام حسین یا پاسخ به دعوت او، چون همیشه بصروی ها با کوفیان مشکل داشتن. از زمان جنگ جمل، خب اون کشتاری که در بصره شد و شیعیان علی در جنگ جمل خیلی از این اقوام و قبایل بصروی رو کشتن، دیگه عملا آشتی رخ نداد بین بصروی ها و علوی ها یا شیعیان کوفه. برای همین این دعوت هم به نتیجه نرسید و حسین نتوانست از بصره نیروهای خودش رو جمع کنه. در کوفه داستانها بسیار متعدد و متنوع هستند که چه شد شهری که بنابر نقل مسلم بین 12 تا 18 هزار نفر با او بیعت کردند، ناگهان با چند روز آمدن عبیدالله تغییر جهت میده و او میتواند حاکم بر شهر کوفه بشه و شیعیان رو مرعوب. ما به این مسئله خواهیم پرداخت. اما برگردیم به مکه. خب در مکه موسم حج، جایی که حجاج از مناطق مختلفی به طرف مکه حرکت میکنه. عده‌ای معتقدند یکی از اشتباهات حسین این بود که صبر نکرد تا موسم حج تمام بشه. یعنی 2-3 روزی اگر میماند و در روز هشتم یا نهم، در این هشتم و نهم ذی‌حجه مکه رو ترک نمی کرد، شاید میتونست با تعداد نیروی بیشتری حرکت بکنه. ادعی هم سعی کردن مسئله ای رو مطرح کنن به نام ترور حسین، یعنی عنوان کنن که عمرو ابن سعید ابن عاص در صدد ترور حسین بوده یا یزید گروه های رو فرستاده که حسین ابن علی رو ترور بکنن. به نظر میرسه این نقد دچار خطاست. ابتدا ببینیم طبری چه آورده در مورد این مسئله، چون همزمان با او ما میبینیم که عمرو ابن سعید یعنی والی کوفه سعی داره حسین رو امان بده که تو جانت اینجا در مکه در امانه و من به عنوان والی به تو امان میدم. واسطه این کار هم عبدالله ابن جعفره، پسر عموی حسین و از نزدیکان او. نقلی که طبری میاره بسیار مهمه و اون بحث ترور رو منتفی میکنه یا شواهد اون رو نقض میکنه. ببینیم عمرو ابن سعید چه میگه. طبری اشاره میکنه در جلد هفتم در صفحه 2971 و 2972: عبدالله ابن جعفر پیش عمرو ابن سعید رفت و با وی سخن کرد و گفت نامه‌ای به حسین بنویس و او را امان بده و با وعده نیکی و رعایت، که حقت رو رعایت میکنیم، چیزی هم مشکلی هم نداری با تو، در نامه خیش تعهد کن و از او بخواه که بازگردد
شاید اطمینان یابد و باز آید. عمرو بن سعید گفت هرچه میخواهی بنویس و پیش من آر تا مهر بزنم. در واقع عمرو بن سعید هم به عبدالله ابن جعفر میگه که هرچه مد نظرت هست رو شما بنویس، من فقط امضا میکنم که خیالت هم راحت باشه. عبدالله ابن جعفر نامه را نوشت و پیش عمرو بن سعید برد و بدو گفت مهر بزن و همراه برادرت یحیی بن سعید بفرست که کاملا مطمئن شود و بداند که قضیه جدی است. یعنی این امانی هم که ما به حسین دادیم و توسط برادرت هم بفرست که خیالش راحت بشه که اینها امان نامه سرکاری یا فاقد وجاهت نیست، یا امان نامه است که ما ملتزم به رعایت اون هستیم. امر چنان کرد، وی از جانب یزید عامل مکه بود. خب در کنار این آیه زرگری نژاد، غلام حسین زرگری نژاد در کتاب خودش که به قیام حسین پرداخته به همین مسئله اشاره میکنه و مسئله امان نامه رو یکی از مسائلی میدونه که آن شایعه ترور رو رد میکنه. یعنی کسانی که سردرگم شدن که چرا حسین اینقدر زود حرکت کرد و از مکه بیرون آمد، آقای زرگری نژاد میخواد این رو زیر نقد ببره، به همین مسئله امان نامه اشاره میکنه. ایشان میگه پس از رسیدن خبر حرکت امام، عمرو بن سعید افرادی را به فرماندهی یحیی بن سعید روانه داشت تا مانع حرکت امام به سوی کوفه شوند، اما اینان نیز نتوانستند تا راه عزیمت را به امام مسدود کنند. اگر این روایات را درست بدانیم، طبعا محتوای آن دلالتی است بر نادرست بودن گزارشی که ادعا شده بود یزید عناصری را مأمور قتل امام در مکه کرده بود. چون شیعیان ساختن که بله، یزید یه عده‌ای رو مأمور کرده که شما در مکه حسین رو ترور کنید، در حالی که خب شما میدونید عامل اصلی یزید عمرو بن سعید ابن عاصه، خیلی راحت میتونست به او دستور بده که حسین رو دستگیر کن یا اقداماتی بر علیه او انجام بده. ما شواهد تاریخی نشون میده که عمرو بن سعید هیچ کاری هم انجام نداد بر علیه حسین، حتی بارها به حسین مشورت دادن، افرادی رو برگزیدن که شما با حسین صحبت بکنید که ایشان حرکت نکنه به طرف کوفه. بنابراین شایعه ترور یک مسئله است که چندان نمیتواند قدرت داشته باشه و آقای زرگری نژاد هم به این مسئله اشاره میکنه. حالا ادامه بحثش، و امام نیز صرفاً به دلیل آن که در مکه امنیت نداشت راه سپار کوفه شود. میگه این نقل قول غلط. حالا داستان بر این است که ما شواهد دیگر هم داریم برای اینکه این ترور نمیتواند درست باشه. نخست این که ما اگر به وصیت شخصی مثل معاویه به یزید نگاه بکنیم، میبینیم معاویه به یزید اشاره میکنه که خطرناکترین این کسانی که با تو بیعت نکردن عبدالله ابن زبیر. او اشاره کرده بود که ممکن شیعیان حسین رو فریب بدن، اما نسبت به عبدالله ابن زبیر یک نگاه بسیار بدی داشت. ولی شما میبینید عبدالله ابن زبیر در مکه میمانه، کسی هم او رو ترور نمیکنه. همانجا دعوت خودش رو عبدالله ابن زبیر علنی میکنه و بعد هم برای مدتی خلیفه میشه در همان منطقه حجاز و عراق و بصره و جاهای دیگه. این نکته اول. نکته دوم این که در مورد حسین ابن علی خب شرایط دفاع از ایشون فراهم بود، یعنی بنی هاشم در درون مکه بودن، حداقل عشیره و خانواده او که در درون مکه بودن و میتونستن از او محافظت بکنن و او مورد ترور قرار نگیره، حداقل دو سه روزی صبر کنه که حجاج بیشتری بیان و سپس ایشون حرکت. ولی به نظر میرسه حسین ابن علی درگیر یک محاسبه اشتباه شد و احساس کرد که اگر، چون نامه مسلم دیگه به او رسیده بود و اگر او زودتر حرکت بکنه میتونه کار رو بهتر پیش ببره، و این شرایط نشان داد که اما نامه هایی که افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و حتی ابن عباس از یزید گرفته بود برای حسین نزد او بی اعتبار میشه، چون اونها هم خبر نداشتن حسین چه برنامه خاصی رو در سر داره و برای همین هر حرکت خودش ادامه میده. در کوفه ما نیازمند بررسی محیطی هستیم که کوفه رو بهتر بشناسیم. مناسباتی که ناگهان بر علیه حسین شد. نخست این که می‌دانیم کوفه شهری است که در حدود سال 16 هم یا 17 هم هجری
به دستور عمر با مشارکت سعد ابن ابی وقاص ساخته شد. کوفه یک پادگان نظامی بود، برای اینکه اعراب برای حمله به ایران از آنجا به عنوان یک پادگان نظامی خاصی استفاده بود در کنار مدائن، و بعدا وقتی کوفه آباد شد مدائن دیگه تخریب شد. ساکنان اولیه کوفه جهادگران بودند، کسانی که از یمن می آمدن، علایق مختلفی داشتند، سلایق متفاوتی داشتند و خود رو در اسلام محق می دیدن به عنوان کسانی که جنگیدن، جهاد کردند و غنایمی هم که به دست میاد مال اون است. خب اینها ساکنان اولیه بود. بعد از اون ایرانیانی هم به مردم کوفه اضافه شدند و در اون شهر زندگی میکردن تحت حالا عناوین مختلف، که جنبه برجسته اون این بود که اینها رو موالی میدانستن، یعنی کسانی که به عنوان بردگان آزاد شده یا خدمتگزاران در واقع جهادگران عرب در اون منطقه ساکن شده بود. در کوفه همیشه یک نزاعی وجود داشت بین این قبایل متشتت که سوابق اونها در یمن و جاهای دیگه بود، به اضافه جنگ اونها با اهل شام، چون این جهادگران تقسیم شده بودن، یه بخشیشون به مناطق ایران آمدن، یه بخشی هم به طرف شامات رفتن. حتی قبایل هم دو دسته می شدن که ما در جنگهای علی می بینیم. مثلا قبیله به نام بجیله هم در عراق ساکن بود هم در شام، قبیله کنده هم بخشیشون در عراق بودن بخشی دیگرشون در شامات بودن، مثلا یکیش بزرگشون اشعس ابن قیس کندی بود، یکی دیگر آن طرف در شام شرحبیل ابن سمت کندی. و خیلی جالبه که در جنگ های صفین اینا در برابر هم شمشیر میکشیدن، که ما در داستان زندگانی علی ابن ابی طالب به این جنگ ها پرداختیم، جنگ های برادرکشی، خیشاوندکشی، قوم و خیشکشی، به خاطر ایدئولوژی علی و اعتقادات و باور او در برابر یک پسر عموی قبیلگی، یکی از بنی هاشم دیگری از بنی عبد شمس، اینا در برابر هم قرار گرفت. و از همان زمان این قبایل اندیشیدن که آیا ما باید برای قدرت گرفتن امویان و علویان هم دیگر رو بکشیم، برادران خودمون رو بکشیم؟ و اینها از زمان علی رخ داد. بنابراین کوفیان که قبایل جهادگر بودن، نیروهای جهادی بودن، در کنار غنایم با هم اختلاف هم داشتن. هر کدام از بخشهای کوفه رو سعد ابن ابی وقاص تقسیم کرده بود، قبایلی رو در بخشهای ساکن کرده بود، هر قبیله هم زعیمی داشت. بعدها در دوران علی ابن ابی طالب کمی مناسبات به هم خورد. اعراب جنوبی در دوران علی قدرت بیشتری گرفتن تا اعراب شمالی و همینطور ایرانیان، یعنی علی از نظر مناسبات قبایلی کوفه دست به یک سری اصلاحاتی میزنه که این اصلاحات بعدا دامنگیر خودش هم شد، یعنی خطاهایی که باعث شده بود کوفه یک دست نشه. در دوران حسن و صلح او با معاویه، خب آل علی به مدینه رفتن، یعنی از حدود سال 41 تا سال 61 که الان محل بحث ماست 20 سال گذشته. مناسبات کوفه دستخوش تحول شده، عمرایی که معاویه اونجا تعیین کرده مناسبات جدیدی رو ایجاد کردن. چهره شاخص اونها زیاد ابن ابیه که سعی میکنه برای جلوگیری از قیام شیعیان یا افتراق و انشقاقی که در جامعه حاصل میشه یک مناسبات جدیدی رو در کوفه سامان بده. حسین و مسلم ابن عقیل از این داستانها بی اطلاعان، اونها در مدینه زندگی میکنن. 20 سال هم گذشته، مناسبات اهل کوفه رو نمیدونن. بسیاری از اون شیعیان پدر حسین مثل سلیمان ابن سرد و گروه زیر مجموعه او که نامه نوشتن، اینها واقعا دوستداران حسین بودن. ما مناسبات کوفه تغییر کرده بود، اونها از جنبه اعتقادی خواستار آمدن حسین بودن تا کوفه رو در برابر شام قرار بدن، یعنی بر اساس همان نزاع‌های قبایلی گذشته. اما در کوفه اشراف جدیدی آمده بودن، کسانی که
اعتقاد نزد اونها اهمیت نداشت. اینکه من پسر پیامبر هستم، پسر علی ابن ابی طالب هستم، داماد رسول هستم، براشون اهمیت نداشت. در درجه دوم اهمیت. در درجه اول اونها به دنبال آرامش کوفه بودند. دیده بودند که از نزاع‌های میان علی با معاویه چه حاصل شد. دیده بودند از قیام‌های بی سبب حجر ابن عدی و دیگران در کوفه چه التهابی ایجاد شد. ضمن اینکه اونها دیده بودند به واسطه جنگ های مسلمان کشی به غنایم نمی رسن. نیاز هست جامعه در یک اتحاد به سر ببره که بتوانند زیر پرچم معاویه یا فرزند او یزید دست به فتوحات بزنن، به سرزمین های دیگر برون، وگرنه با برادر کشی که غنیمتی به دست نمی آن. همان که بسیاری از ناراضیان سپاه علی بر همین اساس ناراضی بودن که جنگ های علی جان ما رو می گیره، مال ما رو میگیره، اما ما از غنایم بهره نمیبریم. ما باید برویم به سراغ سرزمین های دیگر که بتوانیم از غنایم اونجا نصیب ببریم، بهره ببریم. لذا به همین دلیل است که بخشی از اشراف کوفه کسانی هستند که نگاه سیاسی دارن، نه نگاه اعتقادی مثل سلیمان. و ما دیدیم وقتی مسلم سعی میکنه گروهی رو جمع کنه برای تسخیر دارالاماره، افرادی میآیند و دست به پراکنده کردن مردم میزنن، مثل قعقاع ابن شو، شبس ابن ربعی، حجار ابن عبجر، محمد ابن اشعث ابن قیس کندی، شریح ابن حارس. اینا کسانی هستند که اشراف کوفن، مصلحت سیاسی رو بالاتر میبینن. حسین اینها رو ندیده بود و مسلم هم با توجه به اینکه دعوتش مخفیانه بود، در درون خانه ها بود، بعضا شیعیان نمایندگان شیعه رو می آوردن در درون خانه و او اونها رو می دید. یعنی او در شهر کوفه تردد نمی کرد، نمی دانست محیط شهر چگونه است. مثل اینکه امروز شما یک نفری رو با هواپیما ببرید در تهران، از اونجا سوار اتومبیلش کنید ببرید در بیت رهبری بشید و عده‌ای رو گزینش شده به نزد او بیارید و او نامه‌ای بنویسه که بله مردم ایران همه شما رو میخوان. در حالی که این گونه نیست. در واقع فریب رسانه‌ای همان چیزی است که به نوعی مسلم خورده بود. مسلم به دلیل اینکه میخواست فعالیتش مخفیانه باشه، زمانی که وارد کوفه شد، وارد خانه مختار ابن ابی عبید ثقفی شد. حالا بنابر نقلی مسلم ابن اوسجه و بنابر نقل دیگر هانی ابن عروه، فرقی نمی‌کنه. تشتت این روایت هم به این خاطره که دعوت مخفیانه بوده، علنی نبود که مسلم در مسجد کوفه یا یک خانه بنشینه و مردم بیان. خب این موضوع چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکل این است که شما در تعداد نیروهای بیعت کننده هم به نظر میرسه دچار خطایی. یعنی آنجا که مسلم به حسین نامه مینویسه که 18,000 نفر با تو بیعت کردن، با دعوت مخفیانه مسلم مطابقت نداره. یعنی این گونه نیست که 18,000 نفر که نزدیک به جمعیت حدود 1/4 حداقل جنگاوران کوفه میشه به خانه تردد بکنن اما حاکمان کوفه ندونن اون خانه کجاست. شما میبینیم وقتی عبیدالله به کوفه میاد دست به یک حیله میزنه، یک تدبیری. یه غلامی داشت به نام معقل. خب عبیدالله آمد از نعمان ابن بشیر سوال میکنه که مسلم کجاست. نعمان میگه من خبری ندارم. خب عجیبه، چطور 18,000 نفر با شخصی بیعت میکنن اما خانه او برای مردم کشف ناشده است. عبیدالله به معقل 3,000 درهم پول میده، میگه تو برو در مسجد کوفه بشین ببین از شیعیان مسلم و حسین چه کسانی رو پیدا میکنی. بگو من کسی هستم که اومدم به شما کمک مالی بکنم برای جنگ و جهاد. بنابراین جای مسلم رو کشف کن و او میره و مسلم ابن اوسجه رو پیدا میکنه و اشاره میکنه که من آمدم 3,000 درهم هم دارم و چون حسین دستور تهیه اسلحه و اسب و اینها داده بود به عنوان مقدمه جنگ، معقل میتونه نظر مسلم ابن اوسجه رو جلب کنه و او هم از سادگی خودش محل مسلم رو به این شخص نشان میده و اونها میفهمن که این شخص در خانه هانی ابن عروه و کنار او قرار داره. بنابراین دعوت مسلم مخفیانه است.
خب اینجا سوال پیش میاد، چطور پس 18 هزار نفر با مسلم بیعت کردن؟ در اینجا آقای زرگری نژاد یک تحلیلی میده که به نظر من تحلیل درستی است تا حدودی، و آن اینکه دعوت مخفیانه مسلم اقتضا میکنه که شما رؤسا و شیوخ قبایل رو بیارید با اونها صحبت کنید. مثلا شخصی میآمد و میگفت من و قبیله خودم یا عشیره خودم که 500 نفر هستیم با تو خواهیم بود. مسلم فقط حرف این شخص رو شنیده، اما کنار نام او نام 500 نفر از افراد خود اون قبیله هم ذکر میکنه. و به همین ترتیب رؤسای طوایف می آمدند و می گفتن من و مثلا 200 نفر از قومم با تو هست. و مسلم وقتی اینها رو حساب کردید نزدیک به 18 هزار نفر شد. یعنی یک خطای محاسباتی هم اینجا رخ داده که واقعه عاشورا و کربلا این رو به ما نشان میده. و وقتی مسلم این رو میفرسته برای حسین، در واقع یک آمار غلط و اشتباهی رو به حسین میده که راستی آزمایی نشد. نه مسلم در شهر کوفه تردد میکرد که ببینه واقعا جو کوفه چگونه است، و نه اون افرادی هم که با او بودن کسانی بودن که تعهد تک تک افراد رو گرفتن. و ما دیدیم بعدن عبیدالله افراد رو میفرستاد که کسانی که با مسلم بیرون آمدن که نزدیک به 4000 نفر بودن پراکنده بکنن، و اونا خیلی راحت تونستن اون افراد رو پراکنده بکنن. یعنی تعهد اون افراد با مسلم هم یک تعهد ثانوی بود در کنار تعهد اون رئیس یا شیخ قبیله. بنابراین در درون کوفه عبیدالله این توانایی رو داره که از سه ترفند استفاده بکنه برای قدرت گرفتن و بازگرداندن عرصه. نخست اینکه مردم کوفه رو با آمدن لشکری از شام مورد ارعاب قرار داد که ای کوفیان، اگر دوباره به دنبال اون نزاهای دوران علی هستی، خلیفه یعنی یزید لشکری از شام ارسال کرده و دیر یا زود به اینجا خواهند رسید. خب کوفیان میدانن به دنبال جنگ نیستن، و این ضد خبری که اون زمان توسط عبیدالله پخش شد خیلی از کوفیان رو دوباره به ترس برد که باز ما باید همانند 20 سال قبل درگیر جنگ های خونینی بشویم که بسیاری از خانه های ما، قبایل ما و عشیره های ما رو در بر گیرد. دومین کاری که عبیدالله انجام میده این است که اشراف کوفه رو با دادن وعده برابری و نوع ثروتی که هست مجاب بکنه به این که یا دست به قیام نزنن یا در نهایت با او همکاری بکنه، که شما دیدید در این داستان عاشورا و کربلا بسیاری از کسانی که در جلوی حسین قرار گرفتن به عنوان دشمن او شیعه هستن، اصلا یک نفر شامی میان اونها نیست. یعنی عبیدالله این ترفند و این زیرکی رو داره که بتونه با لشکریان حسین به جنگ حسین بره، با شیعیان حسین به جنگ حسین بره. و در سپاه عمر سعد شما افراد شامی و اهل سوریه نمیبینید، همه عراقی هم. و سومین ترفند این است که بتواند با استفاده از آرای افرادی مثل شریح غازی، یعنی شریح ابن حارث کندی، سعی بکنه قیام حسین رو برخلاف سنت پیامبر اسلام نشان بده، و در این راه موفق هم میشه. من عرض کردم ما روایتی داریم از پیامبر اسلام که میگه اگر کسی اراده کرد در امت متحد افتراق ایجاد بکنه، گردن او رو با شمشیر بزنید، هر کسی که میخواهد باشه. سنت پیامبر اسلام بر همین اساس، سیره علی روش او هم بر همین اساس. و وقتی یه قاضی مثل شریح حکمی صادر میکنه که حسین از دین جدش خارج شده، مردم میپذیرن اینو، قبول میکنن. بنابراین از سه طریق عبیدالله سعی میکنه جو کوفه رو به نفع خودش برگردونه. تفاوت یک انسان سیاستمدار با یک انسانی که از سیاست بهره ای نداره یا روش او خطاست بر همین اساسه، یعنی تفاوت بین نعمان بن بشیر انصاری با عبیدالله بسیار. با استفاده از ابزارهای خاص خود شیعه به سراغ جنگ اونها رفت، و در کنارش خب اشتباه حسین بود، عدم دستور جهاد برای مسلم
سبب شده بود که خیلی از شیعیان کنار مسلم زمانی که او خواست برای نجات جانهانی به طرف دارالاماره بره رو ترک کردن، گفتن تو بیعت ما با تو بیعتی نیست که تو حق جهاد داشته باشی. خب این خطای بزرگ. از آن طرف هم اشتباه خود مسلم در برآورده کردن نیرو و استعداد، که آیا من واقعا 18,000 نیرو دارم؟ آیا اینها تا پای جان در کنار من خواهند ماند؟ آیا باید اجازه بدهم که عبیدالله در اونجا قدرت رو بگیره؟ اینها مسائل مختلفی است که در جنبه سیاسی ما وقتی به اون نگاه میکنیم میبینیم. جنبه اعتقادی برمیگرده به یک مسئله دیگر. در برنامه آینده ما وارد سومین میراث حسین خواهیم شد و اون تشکیل حکومت دینی است. یعنی اقدامی که حسین ابن علی انجام میده، جدای از اون بنیادگرایی، جدای از اون بحث قیام بر علیه یک حکومت، بحث حکومت دینی است. چیزی که ما امروز در ایران در صدد فرار از اون هستیم و امروز میگیم دین باید بره کنار، ما به دنبال ایجاد یک جامعه سکولار هستیم. اما در فرهنگ سیاسی و میراث شیعه شما چیزی به نام سکولاریسم ندارید. یکی حکومت حکومت دینی است. ما در نوبت آینده به این مسئله خواهیم پرداخت که حکومتی که حسین در صدد ایجاد اون بود یک حکومت دینی است. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی. تا برنامه دیگر که این بحث رو ختم بکنیم، بدرود و پایدار باشید. Thank you.